سلام رفقا، حالتون چطوره؟ به کانال انیمیشن دیوی خوش میدین. توی ویدیو میخوام در مورد انیمیشن بنتن کلاسی و بنتن ریبوت حرف بزنیم. اینکه بنتن ریبوت چجور انیمیشن بوده، طرفدار چجور اونو دوست داشتن یا نداشتن و بنتن کلاسی چه نقاط قوتی داشته که بنتن ریبوت نداشته، میخوام مقایسه انجام بدیم چون مقایسه لازمه. بنتن ریبوت تمام شده و هنوز معلوم نیست که چجوری میخواد ادامه پیدا کنه و ما میخوایم مقایسه رو انجام بدیم و ببینیم که بنتن ریبوت چه چیزایی نیاز داره که تبدیل بشه به انیمیشن بنتن خفن. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون بیاد. اگه خوشتون بیاد لطفا این ویدیو رو لایک کنید و کامنت بذارید. کامنتاتون خیلی مهمه و رفقای دازو بکنم آشنا شدن. برای دیدن ویدیوهای باحال بعدی روی دکمه سابسکرایب کلیک کنم و زنگ رو همه قرار بدم. خیلی خیلی ممنون. بدون معطلی بزن بریم. خب رفقا، اول من سراغ بنتن کلاسیک. حالا بنتن کلاسیک کدوم بنتن هست؟ به اولین فصل بنتن که ساخته شد میگن بنتن کلاسیک. حالا چه کلاسیک بهش اضافه میکنن؟ چون خیلی قدیمیه و خیلی هم باحاله و از نظر طرفداران بنتن فصل اول بهترین بنتنی که تا الان ساخته شده. بنتن کلاسیک میدون که ساخته شده چه سال ساخته شده؟ باید بهتون میگن که بنتن کلاسیک سال 2005 ساخته شده، یعنی تقریبا 16 سال پیش. اینقدر قدیمیه و واقعا با بهش گفت بنتن کلاسیک. او مای گاد، واو. بنتن کلاسیک به علاوه که داستان خیلی خفنی داشت، یه خط داستان خیلی درستی هم داشت. چون از همون ابتدا که ما میبینیم تازه مدرسه ها تعطیل شدن و تابستون شروع شده و بنتن میخواد بره به تعطیلات تابستونیش با پدر بزرگش که از اون طرف هم گوین میاد و دیگه شروع میشه داستان. این که میگم خط داستانش خیلی خوب و درست بوده به خاطر اینکه از همون قسمت اول که ساعت اومنیتریکس رو میگیره و همون موقع حسش میکنه، حسای مختلف میاد وسط و مخاطب کلا میگه که وای چی شد، حالا میخواد چیکار کنه، کلا این حسو به مخاطب منتقل میکنه. و اینکه بنتن با آزمون و خطا یاد میگیره که چجوری از اومنیتریکس استفاده کنه و به مرور زمان حرفه‌ای‌تر میشه. این خط داستان به خیلی خوبه برای بنتن کلاسیک و همینطوری مخاطب با خودش میاره جلو، یه جوری که داره با بنتن زندگی میکنه. واقعا همینطوری بوده بنتن کلاسیک. حالا شما بیان همین خط داستانی رو با همین حس و حال که بخوای القا کنید و با بنتن ریبوت مقایسه کنید. بنتن ریبوت اصلا این کارو نکرد، با قسمت اولش اصلا اینجوری نبود. همون اولش همه میفهمن که کلا مسخره بازیه، بنتن ریبوت همش مسخره بازیه و اینو همه فهمیدن و کسام باهاش موند و دید به خاطر مسخره بازیاش بود. خط داستان محکمی نداشت. اینکه بخوای ادامهشو ببینید چون هر داستانی باید تو رو هول بده به داستان بعدی، اما بنتن ریبوت اینجوری نبود چون هر داستانش انگار مستقل بود. این اگه تو قسمت اولش میدیدی میرفتی 10 قسمت بعدش میدیدید، هیچ خط داستان بینشون نبود که اگه شما 5 تا قسمت نمیدیدید قسمت 6 رو میدیدید چیزی رو از دست بدید، چون چیزی رو از دست نمیدید. این داستانی که میگم از دست نمیدید چیزی رو، اگه بخواید قسمت اول رو ببینید و برید قسمت 20 رو ببینید، برای فصل اولش بود و تو فصل بعدی بهتر شد. بنتن ریبوت، بنتن کلاسیک یعنی میشینی بود که هر قسمتش 22 دقیقه بود و این نشون میده که هر قسمتش محکمه و طرفدار باید بشینه تا آخر نگاه کنه و خط داستان رو اینجوری جلو میبرن با انیمیشن ها 22 دقیقه و محکم. اما بنتن ریبوت اینجوری نبود و این واقعا برایش یه مشکل خیلی بزرگ بود و من خیلی بدجو حسش کردم، اینکه چرا باید هر قسمتش 11 دقیقه باشه. این خیلی بد بود. من اولین بار تو شبکه کارتون نتورک بنتن ریبوت رو دیدم و فکر کنم قسمت اولش بود و اصلا خوب نبود، چون من فهمیدم که داستانش اصلا خوب نیست و به علاوه 11 دقیقه هست. معلومش که انیمیشن فقط جنبه فان داره و خط داستان درستی هم نداره. این خیلی مشکلی بدی بود براش و من واقعا خیلی ناامید شدم از این قضیه. قبل از اینکه بریم سراغ ادامه ویدیو، نکته هست که باید بهتون بگم. به نظرتون گرافیک بنتن ریبوت با بنتن کلاسی چه فرقی داره؟ چه نکته توشه؟ متوجه چی میشین وقتی که گرافیک دو تا رو با هم مقایسه میکنین؟ خب باید بهتون بگم که بنتن ریبوت طور طراحی شده که فقط مخصوص کوچیک‌تراست، فقط برای بچه‌هاست. اما بنتن کلاسیک طوری طراحی شده بود که هم برای بزرگترها بود و هم برای کوچیک‌ترها، کلا برای همه سنین بود و هر کسی میومد نگاه میکرد ازش خوشش میومد. اما بنتن ریبوت فقط برای بچه‌ها طراحی شده و اگه بزرگسال بخواد ببینی ازش خوشش نمیاد. یه چیزی که در مورد انیمیشن بنتن خیلی مهمه، دشمن اصلی بنتنه. دشمن اصلی بنتن کیا بودن؟ دشمنی که تو سری‌های مختلف بنتن حضور داشتن، مثل فصل 1, 2, 3, 4 و برو به بالا، تو اینا حضور داشتن و اصلا هر وقت شکست می‌خوردن دوباره میومدن. اینا کیا بودن؟
آدمای مثل ویلگکس کبیر، زومبوزو، هکس، چارمکستر اینا بودن که ما تو فصل اول با اونا آشنا شدیم و فهمیدیم که خیلی مصممن و میخوان هر طور که شده به اون چیزی که میخوان برسن و براش میجنگن و بنتن با چه زوری با اونا میجنگه و شکستشون میداد و ما واقعا میتونستیم اون درد رو حس کنیم. اما تو بنتن بود همه اینا یه جوری مسخره شدن، همینجوری مسخره گرفتن و انگار براشون مهم نبود که چی میخوان و چرا دارن میجنگن و بنتن هم کلا مسخره شده بود، نمیتونستی درد رو تو چشمش ببینی، اصلا اونطوری که میخواستم نبود. امیدوارم که تو آینده اگه بنتن ادامه پیدا کنه که 100% ادامه داره، اما باید بهتر ادامهش بدن، باید دشمناش خیلی مصممتر و خشنتر باشن، نه اینطوری مسخره. ببین رفقا، من نمیگم که بنتن ریبوت خیلی خیلی بد بوده، در واقع بنتن ریبوت یه داستانای خیلی خوبی تو خودش داشته که من واقعا از اون داستانا خوشم اومد، اما از نحوه اجراشون بد اومد، مثل گرافیک، مثل اتفاقاتی که افتاد بینشون، مثل رفتار کاراکترها از اون خیلی بد اومد. الان که بنتن ریبوت تموم شده، بهترین فرصت برای کارتون نتورک که بیاد اون اشکالات رو پیدا کنه و رفعشون کنه تا یه انیمیشن بنتن خیلی خفن رو بده بیرون. تئوری زیادی وجود داره برای ادامه بنتن که یکیش همین ادامه بنتن ریبوته که اگه بخوان ادامه بدن باید خیلی چیزا رو عوض کنن، یکیش ادامه دادن بنتن اومنیورسه که بیاد بره تو 20 سالگی تو 30 سالگی بنتن که اونم خیلی باحال میشه، یکی اینکه کلا بیان بنتن رو از صفر بسازن که اون به نظرم خیلی باحالتر بشه چون میتونن واقعا همه چیزو از اول درست کنن. دو تا سوال در مورد بنتن ریبوت و خود بنتن طرفدارون زیاد میپرسن که خیلی مهمه. سوال اول چیه؟ میگن که چرا بنتن ریبوت شد؟ خب رفقا باید بهتون بگم که بنتن 15 سال بود که داشت به روش کلاسیکش پیش میرفت، فصل 1 2 3 4 اومنیورس کنه همینا داشت پیش میرفت و همون خط داستانی رو داشت و طرفداران دیگه داشتن بزرگ میشدن و کارتون نتورک میاد فکر میکنه خب طرفدارمون که دارن میرن بزرگ میشن و دیگه انیمیشن نمیبینن، ما طرفدار از دست میدیم، باید برای طرفدارانی که تازه اومدن و کوچیکن یعنی میشن دیگه بسازیم. خب این فکر خیلی بده بود به نظرم چون طرفداران بنتن کلاسیک منتظر قسمت‌های بیشتری بودن، اما کارتون نتورک میاد بنتن ریبوت میکنه برای طرفداران کوچیکش و به نظرم این کار اشتباهی بود. سوال دومی که طرفدارا میپرسن واقعا خیلی مهمه، این که چرا کارتون نتورک بنتن اومنیورس ادامه نداد و کناش بنتن ریبوت نساخت، دو تا انیمیشن با هم. باید بهتون بگم که کارتون نتورک نمیتونه روی دو تا انیمیشن حساب کنه، سرمایه‌گذاری روی دو تا انیمیشن واقعا خیلی کار سختیه و اونا نمیتونن این کارو انجام بدن. اون طرف منافکشن نمیتونه روی دو تا انیمیشن تمرکز کنه و ما هم توقع داشته باشیم که دو تا انیمیشن خیلی خوب بشن، بنتن اومنیورس خوب بشه و بنتن ریبوت خوب بشه، مستلما خراب میشن. برای همین فقط باید روی انیمیشن تمرکز کرد و این کاری بود که کارتون نتورک و منافکشن انجام دادن. تو ویدیو چند تا نکته در مورد بنتن کلاسیک گفتیم که باعث شد خیلی خفن بشه و بنتن ریبوت اون نکات رو تو خودش نداشت. خب الان میخوام اونا رو یه جنبندی بزنم و بهتون بگم و امیدوارم که کارتون نتورک تو ادامه بنتن این کارا رو انجام بده. آقا یکی اینه که هر قسمت رو همون 22 دقیقه سابق بکنن، هر قسمت 22 دقیقه نه 2 تا 11 دقیقه، این واقعا خیلی اصلا به بنتن نمیخوره و واقعا مسخرهش میکنه. یکی دیگه اینکه داستانش خیلی باید عاطفی باشه، خیلی باید حس و القا کنه مثل سری قبلیش، این کارش واقعا خیلی میتونه عالی باشه. امیدوارم کارتون رو بتونه توی ادامه بنتن حس رو خیلی بهتر القا کنه، این کار خیلی مهمه، القا کردن حس کار خیلی مهمی که بنتن قبلی انجام میداد اما بنتن رو نتونست. امیدوارم که کارتون نتورک بتونه این کارو انجام بده تو سری‌های بعدی. دو تا نکته دیگه میمونه که خیلی مهمه، یکیش اینه که گرافیک باید عوض بشه. تو ویدیو گفتم گرافیک خیلی مهمه و باید گرافیک بنتن ریبوت رو کلا حذف کنن و یه گرافیک خیلی بهتر رو بیارن، اون کار واقعا میتونه انیمیشن رو نجات بده و طرفداران قدیمی دوباره برمیگردن. نکته آخرم در مورد دشمنان بنتن که گفتم از اون فاز پفکی باید در بیان، دیگه اینقدر پفک به درد ما نمیخوره، باید دوباره بیان خشن بشن و یکم دارک بشن، این خیلی میتونه انیمیشن جذاب کنه و من امیدوارم که کارتون نتورک تو سری‌های بعد این کارا انجام بده چون بنتن واقعا نجات پیدا میکنه با این کارا. چرا اینقدر میگم که نجات پیدا کنه؟ چون نمره بنتن ریبوت 2.7 از 10، یعنی تقریبا 3 از 10، چقدر نمره پایینی، این در حالیه که بنتن کلاسیک نمره 7.3 از 10 داشته. 7، ببین اصلا مقایسه کنید خودتون میفهمید، برای این باید نجات پیدا کنه. خب رفقا دمتون گرم که تا آخر ویدیو همراه ما بودید، امیدوارم که از این ویدیو خوش اومده باشه، اگه خوش اومد لطفا این ویدیو رو لایک کنید، نظراتتون رو تو کامنت ها بنویسید و در آخر اونایی که تازه با کانال آشنا شدن برای دیدن ویدیوهای باحال بعدی روی دکمه سابسکرایب کلیک کنن و زنگار رو همه قرار بدن. خیلی خیلی ممنون، تا ویدیوهای بعد خدا نگهدار.